ایران مهینه وطن من. ای خطه ایران مهینه وطن من، ای گشته به مهر تو عجیب جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست ای با گل و لاله و سرو و سمن من. با درود به تمام بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران آریایی در سر تا سر جهان، به ویژه آن عده از همیهنان عزیز که همیشه و در هر حال و پیش از هر مورد دیگر خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. دوستان گرامی، در هفته های گذشته مقدماتی راجع به نحوه قتل افشارتوس بیان کردم، ولی هنوز به جاهای پرماجرا و نمیتونم بگم جالب، چون واقعا تأثیر انگیزه. خب جالب هست ولی در این حال اشکاوره، نرسیدم جاهایی که بهترین داستانهای سینمایی و اونهایی که اصطلاحا میگن آرسن لوپنی در مقابل این کارهایی که این ربایندگان قتل ربایندگان افشارتوس انجام دادن، اونها بسیار ساده به نظر میاد. وقتی که ما این داستانها رو بخونیم میبینید چه کارهایی کرد. در هفته های گذشته من طبق معمول که هیچ وقت بدون سند صحبت نمی کنم، اول سند مشهوری که از طرف CIA منتشر شده و به اصطلاح اون کار واقعه 28 مرداد به خود گرفته، در حالی که تمام حرف هایی که زده تا 25 مرداد ختم شده، یعنی همونطوری که عرض کردم اون سند، سند افتخار محمد رضا شاه پهلویه، برخلاف اون که یه عده‌ای میآید تا که صحبت میشه علیه شاه به کار میبرن که آقا خود CIA گفته 28 مرداد ما به وجود آوردیم. این افراد مغرض و بی اطلاع نخوندن سنده. سند میگه ما میخواستیم، یعنی به CIA به همراهی و با همکاری اینتلیجنس سرویس میخواستیم مصدق سرنگون کنیم و تنها راهش این بود که شاه با ما همکاری کنه، ولی شاه زیر بار نمیرن. خوشبختانه هیچ جا در هیچ یک از اسناد CIA و اینتلیجنس سرویس مدرکی نیست که یکی از این اعضا یا خود سفیر کبیر آمریکا با شاه در این مورد صحبت کرده باشه. به هیچ وجه عیادی خودشون میفرستادن به شاه، فشار می آوردن و مخصوصا علا وزیر دربار مرتب به شاه فشار می آورد که مصدق سرنگون کن و شاه زیر بار نمی رفت. و وقتی که سند ما می خونیم از ته دل به روان شاه درود می فرستیم که
که چه مقاومتی در مقابل این همه فشار انجام داد. در هر حال این مدرک CIA همونطوری که گفتم تا 25 مرداد هست که خونسا شد و ارتباطی با 26 و 27 و 28 مرداد نداره. در این سند رسیدیم به اونجایی که آقای سرلشکر زاهدی کاندیدای CIA برای نخست وزیری شد. اینتلیجنس سرویس هم ایشون پسندید. در ابتدا آقای اردشیر زاهدی رابطه بابا و این دستگاه بود، این مجموعه ای که به اسم پایگاه یا پاسگاه درست کرده بودند بود و مستقیما خود آقای سرلشکر زاهدی بود. ارتباطی با محمد رضا شاه نداشت. حتی وقتی که والا حضرت اشرف خواستند بیارن که شاه رو وادار کنه که حکم صادر کنه، شاه حتی والا حضرت اشرف به حضور نپذیرفت و اونو برگرد. ما اسناد اینتلیجنس سرویسی میخونیم که MI6 در ایران او کارها رو انجام میداده. اونها هم به همین ترتیب اعتراف کردند که ما زاهدی رو میخواستیم نخست وزیر کنیم ولی شاه همکاری نمی کرده و بالاخره اعتراف کردند افشارتوس ما بردیم رو بودیم ولی قتل افشارتوس جزء برنامه نبود. راست هم میگن. من غیر از سند CIA و غیر از سند رئیس MI6 در ایران، CMWOOD این که کتابی نوشته و من از این او کتاب نقل کردم، رئیس در هر حال اگر اسمش اشتباه تلفظ کردم ببخشید، ولی کتابی که رئیس MI6 نوشته به فارسی ترجمه شد و دوستان میتونن بخونن. من از همون کتاب مطلب نقل کردم که اعتراف کرده بود که افشارتوس اونها دزدید. تعدادی مطلب از قول جاسوس های دیگه انگلیسی نقل کردم، از قول روزنامه نگاران نقل کردم که همه افراد مطلع و وارد بودند و همه اعتراف کردند که افشارتوس ما دزدیدیم برای خاطر سرلشکر زاهدی رو به نخست وزیر کنیم و قصد کشتن اونو نداشت. جریانش هم عرض کردم این بود که طبق اسناد وزارت خارجه آمریکا، ببینید این کتاب اسناد وزارت خارجه آمریکا هست، ببینید از سال 1952 تا 1950 در این کتاب همه چیز هست جز اسناد مربوط به قتل افشارتوس در اون روزهایی که دزدیده شده. این کتاب یک دفعه چاپ شده، بعد جمع آوری کردند، اسناد قتل افشارتوس در آوردند و دو دفعه از نو چاپ کردند. در این کتاب اسناد قتل افشارتوس نیست، ولی خوشبختانه اسناد قبل از قتل هست که میگه از قول آقای علا شرح میده آقای هندرسون که آقا ما تصمیم داریم امنیت در ایران از بین ببریم، ناامنی به وجود بیاریم و این ناامنی آنقدر شدید بشه که آیت الله کاشانی و نمایندگان از جان خودشون بیمناک بشند، آیت الله کاشانی رو مجبور کنیم نامه بنویسه به شاه که نمایندگان امنیت ندارند و مصدق سرنگون کنید، یک دولتی بیارید که امنیت برقرار کنه. ربودن افشارتوس در این زمینه بود که به طوری که باز هفته گذشته عرض کردم
در اون زمان بسیاری از شهرها ناامنی ایجاد شده بود. ببینید این برنامه ایجاد ناامنی امیدوارم خوب خونده بشه. این برنامه در شیراز رو وجود آورده بودن، عده زیادی هم کشته شدن، در دسپول هم همینطور، در ساری، چالوس، بروجر، دهبهان، مهاباد، تبریز، در اینجا همه ناامنی به وجود آورده بودن. بعد هم یک شخصی به اسم ابوالقاسم بختیاری شورش کرده بود در بختیاری، نهایتر هم افشارتوسی دزدیدند. اینها همه جزء برنامه ایجاد ناامنی بود. ولی چطور شد که افشارتوسو کشتند؟ همه میگفتن که نمیخواییم کشته بشه و راست هم میگفتن که نمیخواستن کشته بشه. وقتی که دزدیدند، مصدق از جریان اطلاع پیدا میکنه که اینطور برنامه هست، خودش هم ترتیب جوری میده که افشارتوس کشته بشه. برای این که سوء زن پیدا کرده بوده به افشارتوس، افشارتوس واقعا طرفدار محمد رضا شاه بوده، مسئول املاک رضا شاه در شمال بوده، یک دفعه بیماری خطرناکی پیدا میکنه، به مرگ میرسه که رضا شاه میفرسته اون تهران معالجه میشه و از قول پسر مصدق یعنی غلام حسین مصدق و از قول ملکه ثریا عرض کردم خدمتتون، سند آوردم، دلیل آوردم که هر دوتا تایید کردن، هم غلام حسین مصدق هم ملکه ثریا، که افشارتوس دوست محمد رضا شاه پهلوی و حتما یک تماس‌هایی هم با شاه گرفته بود، کارهایی هم انجام داده بود که مصدق می‌خواست او کشته بشه. پس خود مصدق حالا شرح میدم که این افشارتوس جوری نشان داده بود به اون کسانی که میخواستن ناامنی ایجاد کنن که آقا اینه بدزدید و انجام بدید. اینا رو شرح خواهم داد همه اینها. ولی اون چی که باز هم در هفته گذشته شرح دادم اینه که یه شخصی بود به اسم نادری، این شخص سروان بوده، در کرمان توده‌ای بوده، به زندان افتاده، محکوم شده به زندان. بعد رزمارا که آمده تمام اون کسانی که اخراج شده بودند از ارتش برگردونده، یکی از اونها همین نادری بوده که ظاهرن اسم اصلیش قدرت الله بوده ولی مشهور بوده به امیر هوشنگ. این شخص وقتی که میاد تهران در رکن دوم ستاد ارتش کار میگیره. رکن دوم ستاد ارتش همونطوری که گفتم ساواک بود، جای ساواک. ساواک کارهای مربوط به جاسوسی، پیدا کردن جاسوس‌های خارجی و درست کردن جاسوس در خارج و به طور کلی کارهای جاسوسی و ضد جاسوسی را انجام می‌داده، رکن دوم، که بعد ساواک جانشین اون شده. این آقای نادری عضو رکن دوم ستاد ارتش بوده و اعضای رکن دوم ستاد ارتش مثل اعضای ساواک وقتی میخوان از کسانی که مخالف رژیم هستند اطلاعات کسب کنند، ظاهرا خودشونو به شکل اونها در میارن. یعنی یک شخصی که میخواد داخل مجاهدین یا توده‌ای ها یا نمیدونم چریک ها یا جبهه ملی ها هر جا اطلاعات کسب کنه، خودش باید دو آتشه نشون بده در اون زمینه. کسی که میخواد ببینه مشروط خواه کیا هستن چه کار میکنن، باید یک مشروط خواه دو آتشه بشه. این شخص هم قسم خورده مصدق بوده، یعنی یک گروهی تشکیل داده بودن به اسم گروه افسران ملی، آقای افشارتوس رئیسش بوده و معاونش سرهنگ غلام رضا مصور رحمانی. این دو نفر اون گروه رو درست کرده بودن، 350-60 نفر هم از افسران قسم خورده فدایان مصدق به وجود آمده بود و قرار بود اینها رو بعد قرار بود که اینها
هرچه سرتیپ و بالا در ارتش هست اخراج کنند. 1360 خورده نفر هم صورت برداشتند، اخراجشون هم به اسم نادرست بود، فاسد و نادرست. 136 نفر هم اخراج کردند و بقیه هم اطلاع پیدا کرده بودند که اسمشون جز به اون 1200 بعدیه که قراره به اسم نادرست اخراج بشن. از این جهت 1300 خورده نفر دشمن مصدق شدند. باشگاهی داشتند در خیابان خانقاه، در اونجا باشگاه افسران بازنشسته، اینها هم عضو شدند. رئیس باشگاه بود آقای سرلشکر زاهدی، معاونش هم سرلشکر حجازی. این دوتا آمدند علیه دولت شروع کرد در فعالیت کردن و به نفع این افسران بازنشسته و همین ها بودند به قول آقای دکتر غلام حسین مصدق که 9 اسفند به وجود آوردند، بعد هم 28 مرداد به وجود آوردند. آقای مصدق فکر میکرد که این پوست خربوزه ای که زیر پاش گذاشته شده، یعنی این اخراج افسران که توسط این آقای افشارپور پیشنهاد شده و اون گروه توسط ایشون این مؤسسش بوده، این پوست خربوزه بوده زیر پاش، و یکی از دلایل سوء ظن همین جریان بود. در هفته گذشته براتون در یک مورد دیگه هم شرح دادم، اون اینه که این آقای نادری که میخواستم مقدمه شروع کردم، باز مطالب معترضه آمد تو سخنم. این آقای نادری در اون رکن دوم ستاد ارتش خودش طرفدار شاه نشون میداد و در بین طرفدارای شاه فعالیت میکرد و در بین همون افسران بازنشسته. از این جهت در بین افسران و دیگران به عنوان یک نفر طرفدار محمد رضا شاه معرفی شده بود، در حالی که قسم خورده مصدق. این شخص در وقتی که زاهدی در مدتی بازداشت بود و در شهربانی زندانی بود، این شخص هم از رکن دو اخراجش کردند. گفتند که شخص چون طرفدار شاه هست با دربار ارتباط داره، بگی به درد رکن دو نمی خوره، اخراجش کردند. از اونجا آمد شهربانی، اتاقی دادن اونجا که بلافاصله در اونجا باشه. در اونجا با آقای زاهدی که در همونجا زندانی بود دوست شد، آشنا شد، رابطه او با خارج شد. بعدم که زاهدی آمد بیرون، همه کاره آقای زاهدی شد، وانمود میکرد طرفدار زاهدی. در کتاب حسین علی سررشته که رئیس تجسس همین رکن دو بود میخونیم که 30,000 تومن هم آقای زاهدی به این آقای نادری کمک کرده که این شخص واقعا طرفدارش باشه. آقای زاهدی، من در هفته گذشته از خاطرات خود ایشون خوندم که از کتاب خاطرات اردشیر زاهدی جلد اول از کودکی تا استعفای پدر از نخست وزیری، ویراستار احمد احرار، صفحه 146-149. این آقا اعتراف میکنه، آقای زاهدی، آقای اردشیر زاهدی میگه تعدادی از مسئولین نظامی و انتظامی با ما تماس داشتن. سرهنگ نادری رئیس اداره آگاهی تو پرانتز اطلاعات شهربانی و سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی دولت آقای مصدق با من در رابطه بودند و اطلاع میدادند که چه میکنن. ولی به تدریج میگه که سرهنگ نادری کم کم دودوزه بازی میکرد. یک اتومبیل بیوک کروکی از نوع اتومبیل های اسکورت مال دربار دکتر مصدق به او پاداش داده بود. ببینید، هم آقای 30,000 تومن یه آقا میده، هم او ماشین کروکی، حالا چیزا دیگه هم مصدق داده، به او پاداش داده بود و او با همون اتومبیل کروکی به میادگاه میامد، میادگاه با این آقای اردشیر زاهدی. این مطالب براتون خوندم که آقای زاهدی، آقای نادری مرتب با آقای زاهدی در تماس.
یک شخص کتابی هست به اسم خاطرات من، نوشته حسین علی سروشته. این شخص هم در همون زمان ربودن افشارتوس رئیس شعبه تجسس رکن دو بوده، یعنی شخص بی اطلاعی نبوده. این شخص مأمور شده بوده که در مورد افشارتوس فعالیت کنه و قاتلین و اینها رو پیدا کنه. این شخص که شخص بی اطلاعی نیست، در این خاطراتش در صفحه 101 می نویسه: پس از کودتای نافرجام 25 مرداد و صدور دستور دولت در مورد دستگیری سرلشکر فضل‌الله زاهدی، من به وسیله عوامل غیر ارتشی خود متوجه شده بودم که زاهدی در باغ مصطفی مقدم در شمال شرقی تهران مخفی شده است. بدون این که قبلا با کسی در این مورد صحبتی کنم، دستور دادم پس از شروع حکومت نظامی عده‌ای از مامورین دژبانی در دفتر دژبانی حاضر شوند تا ماموریت مهمی در آن شب انجام دهیم. پس از حضور ماموران به طرف باغ مصطفی مقدم رفتیم و با کمک پاسبانان گشت محل که آنجا را می شناختند وارد باغ شدیم. پس از پرسجو از ساکنان باغ متوجه شدیم که نیم ساعت قبل سرلشکر زاهدی با دو ماشین دیگر آنجا را ترک و به محل نامعلومی رفتند. با اینکه سعی کرده بودم از ابتدای این اقدام کسی از جزئیات امر با خبر نشود، ولی از این مخفی کاری نتیجه ای نگرفته بودم. تصمیم گرفتم از طریق تجریش و خیابان پهلوی به محل کار خود مراجعت کنم و در حال عبور از تجریش بودیم که مامورین فرمانداری نظامی اطراف ماشین های ما را گرفتند و فرمانده آنان برای شناسایی ما به طرف ما آمد. پس از سلام و احوالپرسی از فرمانده آن عده پرسیدم آیا نیم ساعت پیش دو ماشین را با این مشخصات ندیدید که از اینجا عبور کنند؟ آن افسر فرمانده گفت نیم ساعت پیش دو ماشین به اینجا رسیدند. سرهنگ دوم نادری در ماشین جلویی بود و گفت که ماشین عقبی هم از ما هستند، مزاحم آنها نشوید و بگذارید به دنبال ما بیایند. این آقای سرهنگ سررشته که مقداری شهر میده در اون زمان، در انتها اضافه میکنه، میگه با توجه به این مطالب خوانندگان تشخیص خواهند داد که آنچه افسر فرمانداری نظامی در تجریش به من گفت چه معنا داشته است. یعنی در واقع سرنشین ماشین عقبی که به دنبال ماشین سرهنگ دوم نادری حرکت میکرد خود سرلشکر فضل‌الله زاهدی بوده است. ببینید این آقای نادری به این صورت کمک میکرد. توی کتاب به خاطرات آقای اردشیر زاهدی هم چندین جا میگه که به ما اطلاع دادن که بزودی مامورین میآیند برای گرفتن ما، و این اطلاع دهنده آقای سرهنگ نادری بود. دوستان گرامی، این آقای سرهنگ سررشته در اون بعد از 25 مرداد که دنبال آقای زاهدی بودند، میگه من کشف کردم که آقای زاهدی رو آقای نادری برد مخفی کرد. خیلی خوب دوستان، این مسئله آیا مسئله بسیار مهمی هست یا نه؟ در اون زمانی که حکم نخست وزیری زاهدی پخش شده، در روزنامه ها چاپ شده، این آقا کشف میکنه که آقای نادری زاهدی رو برد از باغ مقدم جای دیگه ای. آیا فکر میکنید با آقای مصدقی این مسئله اطلاع داده نشده؟ فوری اطلاع داده شده.
پس چرا آقای مصدق بلا فاصله آقای نادری رو نگرفت که ازش توضیح بخواد تو چرا این کار کردی؟ میدونی چرا؟ برای خاطری که نادری خودش از طرف مصدق بود و آقای مصدق گفته خودم میدونم اطلاع آقای مصدق میدونست که آقای زاهدی مثل گنجش در اختیار خودش از هر لحظه بخواد بازداشتش میکنه. اما چرا آخر دفعه چطور شد آقای زاهدی به دست مصدق و خلاف این پیشبینی نیفتاد؟ برای که آقای زاهدی آقای زاهدی گفت که به تدریج فهمیدیم که آقا دودوزه بازی میکنه. وقتی فهمیده بودن دودوزه بازی میکنه اون روز آخر روز 26 و 27 از نادری مخفی کرده بودن، یعنی دیگه اون روز فهمیده بودن دودوزه بازی میکنه و آقای زاهدی از چشم نادری مخفی شده بود. دوستان گرامی، حالا ببینید آقای مصدق در چه زمانی مورد محاکمه قرار گرفت؟ در زمان نخست وزیری سپهبد زاهدی، چون آقای زاهدی بعد از اون که نخست وزیر شد سپهبد شد، بعد محاکمه کردند قاتلین افشارتوسه یا متهمان قتل افشارتوسه. متهمان قتل افشارتوس در زمان آقای زاهدی محاکمه شدند. آقای زاهدی قاتلین افشارتوس که بودند MI6 و CIA خودشون اعتراف کردند که ما متحد شدیم و آمدیم برای نخست وزیری سرلشکر زاهدی. رابطمون در ابتدا آقای اردشیر زاهدی بود، بعد مستقیما خود ایشون. امنیت در ایران نابود کردیم، در شیراز و دزفول و ساری و چالوس و بروجرد و بهبهان و مهاباد و تبریز ناامنی به وجود آوردیم و افشارتوس دزدیدیمش. خیلی خوب، اینها همه، ولی چرا گفتم که دیگران؟ ببینید دوستان گرامی، این کسی که 30,000 تومان از آقای سرهنگ زاهدی گرفته و سرگرد بود، سرگرد، درست همون شبی که قرار هست آقای افشارتوس بدزدن، مصدق شخص سرهنگ کرده، همون شب دستور داده شخص بگذارن رئیس آگاهی. حالا ببینید یک لحظه فکر داشته باشید چرا الان، هنوز الان خدمت تو میگم، این قلم به دست ای بوده، آیا این شخص ممکنه بنویسه که آقای زاهدی دستور رو بودن افشارتوس و دستور قتل افشارتوس داد؟ الان تمام اسناد نشون میده که افسران بازنشسته گوش به حرف کنه این آقای زاهدی بودن، این رئیسشون بود، اونها مرعوس بودن، در باشگاه افسران علیه مصدق فعالیت میکردن، زاهدی هم رئیسشون بود. دستور داده که این آقا برادران رشیدیان نمایندگان CIA بودن و MI6، برادران خود MI6 و خود یعنی اینتلیجنس سرویس و
CIA که با زاهدی تماس نداشتند، اینها تماس داشتند، یعنی برادران رشیدیان. طوری که هفته گذشته از قول برادران رشیدیان، از قول اسدالله رشیدیان هم برای تو خوندم، گفت بله ما وقتی که افشار توس میخواستیم به دزدیم، ماشین پسر آیت الله کاشانی ره 48 ساعت قرض کردیم، در اختیار آقای اردشیر زاهدی گذاشتیم. اون ماشینی که جسد یا پیکر بیهوش افشارتوس برد به غار طلو با رانندگی ایشون، حالا من حالا اسناد بیشتری هم ارائه می‌دم. وقتی که آقای مصدق در دادگاه بود، یعنی زمان آقای سپهبد زاهدی، کسی جرأت نداشت علیه سپهبد زاهدی صحبت کنه، یعنی من قتل افشارتوس آوردن برای محاکمه. اونا چطوری میتونستن بگن که آقا ما محرک اصلیمون همین آقای نخست وزیر بوده؟ ولی در اون زمان در دادگاه آقای مصدق، رئیس دادگاه آقای نادری رو احضار میکنه، همین آقای سرهنگ نادری احضار میشه در روز 16 آذر 1332 در دادگاه. این مطلب من از مصدق در محکمه نظامی، تألیف جلیل بزرگمهر، جلسه 25 صفحات 612 و 613. رئیس آقای سرهنگ نادری رو احضار میکن، میگه که آقای نادری آیا مستقیما با آقای دکتر مصدق داشتی یا؟ سرهنگ نادری میگه بله تماس داشتم. توضیحا عرض میکنم در شروع کار این جانب، در رأس کار اداره اطلاعات، مجره افشارتوس اتفاق افتاد. در شروع کار این جانب، در رأس کار اداره اطلاعات شهرانی، قضیه افشارتوس اتفاق افتاد، یعنی فردای روز مفقود شدن ایشان، این متصدی اداره اطلاعات شدن. فقط همین جمله رو باید تجزیه و تحلیل بکنید. آقایی که باید پرونده ها رو بنویسه، اقرارهای متهمین بنویسه، آقای اردشیر زاهدی رو دستبند بزنه، با آقای سرلشکر زاهدی رو دستبند بزنه، میایه به این متهمین میگه آقا هر جا که اسم زاهدی بود سرلشکر زاهدی بگی دکتر بقایی، هر جا هم اسم اردشیر زاهدی بود بگی حسین خطیبی، اگر نگفتن شکنجشون بده. چطور شد آقا تا روز قبل از تا اون شبی که آقا رو دزدیدن رئیس اداره آگاهی کس دیگه بود؟ چطور شد مصدق میدونست اون رئیس آگاهی؟ تا اون راه درست میره همون شب عوضش کرد. آخری خود همین فکر داره، از فردای روز جواب آقای نادری میخونم، فردای روز مفقود شدن ایشان، این جانب متصدی اداره اطلاعات شدم، چون موضوع از نظر دولت حائز اهمیت بود، تمام مدت 24 ساعت این جانب و همکارانم مشغول کار بودیم، چون دولت هر ساعت مایل بود در جریان پیشرفت تحقیقات باشد، برای آنکه سلسله مراتب زمان بیشتری را اشغال ننماید، چند بار این جانب در معیت جناب آقای دکتر صدیقی وزیر کشور وقت و یا تیمسار سرتیپ مدبر رئیس شهربانی وقت و یا شاید تنها خدمت جناب آقای دکتر مصدق شرفیاب شدند و گزارش پیشرفت تحقیقات و نتایج حاصله را به عرضشان رسانیدند.
یکی دو بار هم توسط جناب آقای لطفی برای ادای پاره توضیحات در منزل جناب آقای دکتر مصدق احضار شدم. این جریاناتی که به عرض رسید در ماه اول تصدی این جانب در اداره اطلاعات شهربانی بود و پس از آن وقت دیگری حضور جناب آقای دکتر مصدق شرفیاب نشدم. این اون یک طرف آقای زاهدی، یک طرف آقای مصدق. آقای نادری از یک طرف میرد خونه آقای زاهدی، صورت مجلس از کل متهمان می نوشت، از یک طرف می آمد این صورت جلسات روز بعد به آقای مصدق نشون می داد، کم و زیاد می کرد، اصلاح می کرد و بر می گشت می گفت در این مورد. حالا ببینید آقای افشارتوس در ساعات پیش از وقوع حادثه چه وضعی داشته، از کجا حرکت کرده و چطوری کجا رفته. من از روزنامه اطلاعات نقل میکنم. روزنامه اطلاعات همون روز بعد از، یعنی روز اطلاعات سی و یکم فروردین آقای افشارتوس دزدیدن. من از روزنامه اطلاعات اول اردیبهشت این مطالب نقل میکنم. میگه رئیس شهربانی بعد از ظهر دیروز 31 فروردین ماه 1332 مثل روزهای قبل پس از آن که کارهای اداری را تمام کرد به منزل رفت. دوستان گرامی خوب اینها رو دقت کنید ببینید وضع چی بوده پیش آقای افشار. به منزل رفت، از ساعت 2:30 یا 3 بعد از ظهر الی 7 بعد از ظهر در منزل، از 2:30 تا 7 در منزل، ولی توقف بیش از روزهای دیگر به طول انجامید. بدین معنی که در روزهای قبل ایشان بین 3 تا 5 بعد از ظهر در منزل استراحت می کرد و دوباره به شهربانی مراجعت می نمود، اما دیروز تا ساعت 7 بعد از ظهر در خانه باقی ماند. بعد میگم که چرا، برای خاطری که اون شب مهمانی داشته، گودبک پارتی داشته به افتخار آقای غلامرضا، سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی که روز بعد میرفته عراق، وابسته نظامی ایران در عراق بوده، اون شب گودبک پارتی داده بوده، به این علت تو خونه مونده بوده که وسایل مهمانی وجود کنه. بله، اما تا دیروز تا ساعت 7 بعد از ظهر در خانه باقی ماند و در این ساعت بود که تلفن منزل ایشان زنگ زد و یک نفر از آن طرف سیم به مستخدم خانه تیمسار افشارتوس گفت با آقا بگویید از شهربانی شما را میخواهم. حالا یه تیتر زده در اطلاعات میگه تلفن یک نفر آشنا بود. تیمسار افشارتوس بلا فاصله پای تلفن قریب 3 دقیقه صحبت کرد و بلا فاصله برای پوشیدن لباس آماده شد. مستخدمین منزل وی میگفتند، مستخدمین منزل وی یعنی منزل آقای افشارتوس میگفتند هنوز ساعت به 7:15 نرسیده بود که رئیس شهربانی منزل را ترک کرد و به خانم خود گفت من به شهربانی میروم. مقارن 7:20 بعد از ظهر اتومبیل حامل وی در مقابل شهربانی توقف کرد و مشاور علی پیاده شد و یک راست به دفتر کار خود رفت و مدت 20 دقیقه به کارها و پرونده هایی که رئیس اداره آگاهی، این مطلب در اینجا خیلی مهم هست،
از این که بدونید که در اون روزی که آخرین روز رئیس اداره آگاهی آقای نادری نبوده، آقای نادری داره میگه من از روز بعد شدم، چرا عوضش کردن؟ در اینجا رئیس اداره آگاهی که بوده آقای علی درخشانفر، یادتون باشه آقای علی درخشانفر رئیس اداره آگاهی بوده، مورد اعتماد افشارتوچ بوده، در این آخرین روز هم رئیس اداره آگاهی بود. پرونده هایی که رئیس اداره آگاهی علی درخشانفر با خود آورده بود رسیدگی به عمل آورد و در ضمن رسیدگی آقای سرهنگ نورایی، من اینجا باید تصحیح کنم چون من وقتی که مطلب می نویسم خیلی تحقیق می کنم و اگر اشتباه باشه تصحیح می کنم، این سرهنگ نورایی اشتباهه، نام واقعی اون شخص علی لوزانی بوده، لوزانی، سرهنگ علی روزانی. در اینجا خب از رو رونویسی برداشته روزنامه نوشته لوزانی رو خونده نورایی، او حال فرقی نمی کنه، فقط من خواستم تصحیح کنم. خب ضمن رسیدگی آقایان سرهنگ لوزانی و سرهنگ دوم امیر هوشنگ نادری که تا اون روز سرگرد بود، یعنی ای که داره می نویسه سرهنگ دوم این اشتباه می نویسه، در این زمان هنوز این آقا سرگرد بوده، سرگرد امیر هوشنگ نادری در اتاق وی بودن، سرهنگ نادری در حقیقت سرگرد نادری برای مذاکره درباره تصدی ریاست اداره اطلاعات، یعنی همون جایی که الان آقای درخشانفر وایساده بود رئیس اداره اطلاعات بوده است، ولی گویا مجال صحبت پیدا نشده. رئیس شهربانی پس از رسیدگی به پرونده ها پاکتی را از دست آقای علی درخشانفر رئیس اداره اطلاعات گرفته و مشغول خواندن آن نامه می شود. می گویند در روی این کاغذ که بدون مارک بوده خطوطی با مداد نوشته شده بود و رئیس شهربانی از خواندن آن نامه مجهول که می خندد و سپس آن را تا نموده و در جیب می گذارد. آقای سرهنگ نورایی، یعنی همون لوزانی، آجودان به سرهنگ نورایی می گوید من اکنون به منزل آقای نخست وزیر می روم و بعد مراجعت خواهم کرد. پس ساعت 7 که از خونه خواسته بودنش گفته بودن آقای نخست وزیر تو را خواسته، اومده اینجا ببینه اطلاعات، آخرین اطلاعات چیه، که آخرین اطلاعات بدون چیه، وقتی خدمت آقای نخست وزیر میره بی اطلاع نباشه. خب چون تلفنی که در ساعت 7:03 به رئیس شهربانی در منزل شده بود مجهول به نظر میرسید، خبرنگار ما امروز در این باره تحقیق کرد و در نتیجه معلوم شد که تلفن کننده ناشناس نبوده، آقای سرهنگ نورایی، یعنی همون لوزانی، آجودان رئیس شهربانی بوده که به تیمسار افشارتوس اطلاع داده که از منزل آقای نخست وزیر به شهربانی تلفن نموده و گفتند که شما برای ملاقات آقای دکتر مصدق به منزل ایشان بروید. پس از این تلفن رئیس شهربانی مصمم به رفتن به خانه نخست وزیر شده. آقای سرهنگ نورایی امروز به خبرنگار ما گفت تلفنی که ساعت 7 بعد از ظهر به رئیس شهربانی شده به وسیله من صورت گرفت، به تصور نمی کنم تلفن مجددی به ایشان شده باشد. در خانه نخست وزیر یک مقام مطلع در منزل نخست وزیر گفت ساعت 7:50 بعد از ظهر دیروز رئیس شهربانی مطابق معمول به اینجا آمد و به حضور نخست وزیر رفت
و مدت 20 دقیقه یا یک ربع ساعت مذاکره کرد. این مذاکره نیز تصور نمی کنم فوق‌العاده و غیر منتظره بوده، زیرا رئیس شهربانی هر روز برای دادن گزارش از آقای نخست وزیر ملاقات میکرد. پس از این مذاکره در حدود ساعت 8:10 تیمسار افشارتوس منزل نخست وزیر را ترک کرد. دوستانی ساعت باید در نظر داشته باشید. ببینید از ساعت 7:00 چه رخ داده و اینجا ساعت 8:10 آقای افشارتوس از خانه آقای مصدق آمده بیرون و به وسیله اتومبیل ریاست شهربانی به اداره خود برگشت. مجدداً در اداره شهربانی قریب 20 دقیقه تا نیم ساعت به کارها رسیدگی نمود و 10 دقیقه به ساعت 9 مانده بود که سوار اتومبیل شد و از طریق خیابان سوم اسفند به طرف مرکز شهر حرکت نمود. این روزنامه اطلاعات مورخ اول اردیبهشت صفحه اول. بله، من که تحقیق کردم همطوری در این هست، آقای علی درخشانفر رئیس اداره اطلاعات و آگاهی بوده و آقای افشارتوس به این شخص بیش از هر شخص دیگه اعتماد داشت و امکان نداشتی که آقای افشارتوس دلش بخواه یه نفر دیگر بیار رئیس اداره اطلاعات بکنه. ولی آقای مصدق در اون شب ای آقا رو میخواد و میگی که یک مطلب مهمی هست که باید آقای سرهنگ نادری رو بگذاری رئیس اداره اطلاعات و اون آقای علی درخشانفر برکنار کن. خب حالا شما حالت آقای افشارتوس ببینید، در این شب آقای افشارتوس میگن این الان سرهنگ شده، کسی که امروز صبح در اداره شهربانی سرگرد بوده حالا تو خونه آقای مصدقه. آقای مصدق میگه آقا این سرهنگ شده، حتی بگذار رئیس اداره آگاهی. فقط هر عملی که مصدق انجام داده شما بررسی کنید ببینید آیا این جنایتکار در قتل آقای افشارتوس دست داشته یا نه. اگر که آقای افشارتوس امشب همون شب اول اردیبهشت دزدیده شده بود، کشته شده بود، آقای علی درخشانفر رئیس اداره اطلاعات آگاهی بود، ببینید بس چطوری عوض می شد. اون آقا میرفت قاتلین اصلی یا ربایندگان اصلی رو پیدا میکرد. اما این آقا چی؟ این آقایی که از یه طرف پول از آقای زاهدی گرفته، از یه طرف پیش مصدق که آقای این من صورت جلسات اینجور نوشتم، اسمی از زاهدی ننوشتم، اسمی از اردشیر ننوشتم، به جاش دکتر بقایی و خطیبی و هر جا جور می آمده هر جا جور نمی آمده هیچی. حالا با اونه همه بعد از این دونه دونه شرح می دن. دوستان من همینطور ول نمی کنم. خب آقای افشارتوس شب مهمان داشته در خونش، آقایی که معاونش بوده در گروه افسران ملی به اسم سرهنگ غلام رضا رحمانی، مصور رحمانی، فردا صبحش میرفته عراق، این گودبای پارتی بوده، به همون علت هم خونه مونده بود. حالا ساعت 8:45 از شهربانی برمیگرده خونه. یک سند در پرونده هست، خیلی سرعت ها هست که با ندیدیم چون پرونده رو ندیدیم، ولی گاگایی بعضی اسناد رو میشه. در وقتی که محاکمه جریان داشته در زمان نخست وزیری آقای زاهدی، یکی از وکلای مدافع
شخصی بوده به اسم آقای نصیری. یکی از متهمان هم شخصی بوده به اسم نصیر خطیبی، برادر حسین خطیبی. این آقای نصیری در اون دفاعیاتش ببینید چی میگه. دوستان گرامی، خواهش میکنم به هر کدوم از این مطلب ها حواستون جای دیگه نره، اینها خیلی مهمه. در پرونده، در صفحه 113 در پرونده قتل، این آقای نصیری میخونه، در تاریخ 2/2/1332 شخصی به اسم آقای سطوان محمد تقی طباطبایی، افسر شهربانی، چنین اظهار داشته. آقای سطوان محمد تقی طباطبایی میگه در ساعت 20:45، یعنی 8:45 روز 31/1/32 تیمسار افشارتوس را در مقابل تلگرافخانه دانشگاه در ابتدای خیابان فروردین که به طرف منزل خود می رفت دیده است. 8:45 داشته می رفت و خونه در مهمونی، این آقا هم دیدتش، آقای سطوان محمد تقی طباطبایی. هرچه مامورین تحقیق سعی کردند که او را در تشخیص تیمسار دچار تردید نمایند، چون میگفتن تیمسار رفته خیابون خانقاه، حالا اینجا مامورین گفت آقا من دیدم اینه، خیابون خانقاه کجایی، رفت خونشون. بگه هرچه خواستند مامورین تحقیق سعی کردند که او را در تشخیص تیمسار دچار تردید نمایند و اظهار او را ناشی از اشتباه جلوه دهند، او را به اشتباه در تشخیص تیمسار و یا اشتباه در ساعت تخطئه کنند، افسر نامبرده جدن مدعی شده که مکرر تیمسار افشارتوس را دیده و میشناخته و در شب مزبور هم در ساعت 20:45 او را دیده است و برای اثبات صحت ادعای خود در ساعت دقیق استناد به گواهی سروان کلالی نموده که در ساعت مزبور در منزل او مهمان بوده است و آقای سروان کلالی هم مراتب را تایید کرده است. گواهی آقای سطوان طباطبایی مؤید است صحت گواهی آقای سرگرد تراب ترکی است که گفته است مهربانی تا ساعت 10 شب ادامه داشت. این مطلب از روزنامه اطلاعات صفحه 11 از قول آقای نصیری. حالا ببینید آقای سرگرد، آقای سرگرد علی تراب ترکی در بازپرسی چی گفت. دوستان گرامی، اینا مطالب مهمی هست که یک عده‌ای که به ناحق متهم شدند به قتل افشارتوس و متهمین اصلی ری آقای نادری و مصدق جور دیگه نوشتند، اینها اسنادی است که معلوم میکنه که مصدق جنایتکار بود و قاتل اصلی و دستور دهنده اصلی قتل آقای زاهدی، فلشکر زاهدی، علی لحقه من میرسم میبینید، اردشیر زاهدی و آقای محمد مصدق. و در پشت این کتاب بیدت نیست که مهدی شمشیری اسرار مستند قتل افشارتوس، اینتلیجنس سرویس و CIA، اینها در اصل بودند. محمد مصدق از بالا راهنمایی میکرد و بعد هم آقای اردشیر زاهدی و آقای سپهر زاهدی اصلی ها بودند. در این کتاب با سند همه چیز ثابت شده. حالا ببینید، یک لحظه خواهش میکنم دقت بفرمایید.
در صفحه 310 پرونده شماره 4 معلوم میشه چندین پرونده در تاریخ 19/3/32 آقای سرگرد علی تراب ترکی در جواب پرسش آقای بازپرس اظهار داشته است ساعت 13 روز قبل از مفقود شدن. دوستان گرامی، ساعت 13 روز قبل از مفقود شدن آن مرحوم، قبل از مفقود شدن آن مرحوم به من اطلاع داد که چون سرهنگ مصور رحمانی چند روز دیگر عازم بغداد است، برای خداحافظی منزل ما برای شام دعوت کردم، خواهش میکنم تو هم بیا. جواب قبول دادم. ساعت 8 به منزل ایشان رفتم. خواهش میکنم ساعت 8 به خاطر داشته باشید. آقای علی تراب‌ترکی مهمان آقای افشارتوس ساعت 8 رفته به مهمانی خونه ایشون، همون افشارتوسی که در 8:45 اون آقای سروان طباطبایی دیده که از ماشین پیاده شده رفته خونه خودش. میگه ساعت 8 به منزل ایشان رفتم، تا ساعت 10 شب هم آنجا بودم، تا ساعت 10 شب ما هم آنجا بود ببرد. و چون اولین روز مفقود شدن مرحوم افشارتوس روز اول اردیبهشت 1332 بوده است، بنابراین طبق گواهی سرگرد تراب ترکی در شب 1/2/1332 مرحوم افشارتوس مهمان داشت. و حرفای آقای نصیب. پس دوستان عزیز محترم، افشارتوس تا ساعت 10 شب خونش مهمان داشته، هیچ تردیدی هم نیست. حالا چطوری ساعت 9 رفت خونه خطیبی تو خیابون خانقاه؟ حالا می‌رسید. خیلی چیزا بدتر از اینها در این برنامه درست کردن. این آقا نادری نمی‌دونید چه برنامه‌ها درست کرده با همکاری و همراهی قاتلی. خب حالا آقای نادری آمدن بعد از اون که فهمیدن که آقای نادری در جز مهمون ها تو خونه آقای افشارتوس بوده، یعنی وقتی که آقای افشارتوس از خونه آقای نخست وزیر برگشته به نخست وزیری، آقای سرهنگ نادری اون موقع منتظرش بوده، دفعه اول نبود، منتظر بوده که آقا حکم رئیس اداره اطلاعات منو بنویس. آقای بصدق رد گفته. یه چیز باز من فراموش کردم بگم، یه شخصی در اینجا در آمریکا 20 سال رئیس ساواک بود، رئیس ساواک آمریکا بود. این شخص اطلاعات فراوانی در اینجا داشت و داره. این شخص الان هم نیویورک هست و خیلی از دوستان میشناسن که حالا شاید بخواد اسمش رو بگم، خود شما میدونید شایدم اسمش بگم اشکالی نداره، آقای مجید رفیزاده. من یه مورخ هستم، با هر کس که شما فکر کنید من فکر میکنم در موارد اطلاع داره من مصاحبه میکنم. با ایشون هم تلفنی صحبت کردم، از ایشون خیلی اطلاعات خواستم. ایشون گفت که یک پسر داشت آقای افشارتوس که در آمریکا بود و فکر میکرد که اسم پسر فرزین باشه و بسی که درست میگفت. من با این پسر صحبت کردم، آقای رفیزاده می. آقای این پسر میگفت در اون شبی که بابای من از خونه مصدق آمد خونه، آنقدر ناراحت و عصبانی بود که به مادرم گفت اگر امشب همراه خودم اسلحه داشتم این پیرسگ را میکشتم. یعنی مصدق به عنوان پیرسگ خطاب کرد. آخر حق هم داشته. مصدق آن شب اصرار کرده که الان همین الان این آقا سرهنگ شده، من سرهنگش کردم. خب اینا رفته
دو دفعه دفعه بعد که برگشته تو اداره شهربانی خواسته رئیس کارگزینی رو، خودش که نمیتونست، خود رئیس کارگزینی رو میخواد، باید نمیدونم رئیس دفتر میخواد، باید حکم صادر بشه، باید شماره بخوره، باید تو دفتر وارد بشه. خامچی که اومدن حکم آقای نادری رو صادر کنن، دیدن حکم سرهنگیش هنوز به شهربانی نیومده، باید رونوشتش بیایه، هنوز نیومده. شفاهی هم آقای مصدق گفتیم بذار رئیس اداره اطلاعات. خب هم هر کس هم یک ذره عقل داشته باشه، و من مطمئن هستم که این بینندگان رادیو و چه بینندگان تلویزیون ایران آریایی خیلی بیش از حد متوسط عقل و شعور دارن، مطمئن هستم از اظهار نظرهایی که میکنند متوجه میشن. ولی اگر که اینها هم نبودن، افرادی بیعقل هم حرفای منو میشنیدن یا کم عقل، الان فکر میکردن به چه دلیل در همون شبی که قرار است افشارتوز دزدیده بشه و بعدش هم قرار کشته بشه، در همون شب مصدق این همه اصرار داره که آقا از همین حالا این آقا رو بگذار رئیس اداره اطلاعات، اونم با درجه سرهنگی. چرا سرهنگی؟ برای خاطری که اونجا سرتیپ باید رئیس کل شهربانی، چی رئیس اداره اطلاعات باشه. جلوترش هم آقای یوسف بهرامی بوده، یک شخص دیگه سرپاس رادسر بوده. سرپاس تو فرهنگ ده خدا نگاه بکنید ببینید سرپاس یعنی سرتیپ، سرپاس رادسر بوده رئیس همین آگاهی و اینا. بعد یوسف بهرامی هم ردیف سرتیپ بوده. حالا یه سرگرد میخوام بگذارم، آقای مصدق سرگرد میخواد بگذار جا سرتیپ. خب سرهنگشم کرده، حالا آقای افشارتوس هم مجبوره، دستور دخواست بگیره، ولی وسیله نداره. وسیله اینی که باید رئیس کارگزینی رو اعزار بکنن و رئیس دفتره، و از همه بالاتر رونوشت حکمه. آقای سرهنگ نادری، سرهنگ تازه شده، میگه آقای افشارتوس بیایید با هم برید از خونه ما اون حکم سرهنگی رو من بهتون بدم. این که ما در همه جا میخونیم ساعت ده، چون در دوز مهمونا رفته بود، یعنی وقتی که آقای افشارتوس دفعه دوم آمده بود دیده بود که نیست کسی، گفته بیا بریم خونه ما در مهمونی شرکت کن، برمیگردیم حکمتون رو صادر میکنیم. رفته خونه، وقتی برگشتن آقای نادری نشونده تشتون ماشین، رفته تو خونه شون حکم سرهنگی رو ورداشته آورده، بازم رئیس کارگزینی اینا نبودن. آقای افشارتوس گفته چاره نیست، فردا صبح صادر میکنه. حال چه فرقی داره الان آخر وقت و فردا اول وقت؟ نمیدونست که قرار از بدوزنش. این اصرار مصدق برای اینه. حالا آقای نادری سرهنگ شده، شما ببینید چقدر این استفاده کرده یا سوء استفاده. اولا 30,000 تومان از زاهدی گرفت که برای او خدمت کنه و پرونده ها رو جوری درست کنه که هر جوری زاهدی بخواد. ثانیا نوکر یه ماشین دست کم از آقای مصدق جایزه گرفته، یک درجه سرهنگی هم گرفته، یک ریاست اداره هم گرفته جای سرتیپ. اینا همه برای خاطر لوس کردن پرونده قتل افشارتوس. بله، حالا آقای افشارتوس، ببخشید آقای سرهنگ نادری، باید بره برای بازپرسی و بگه آقا من هم خودم بودم تو خونه آقای افشارتوس. نرفت، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، یک ماه، 40 روز. آخر دفعه بازپرس و در شهربانی از سایر مهمون ها شنیدن که آقا نادری هم جز مهمون ها بود. خودش میان به آقای نادری رو بعد از 48 روز، کسی میتونه باور کنه که رئیس اداره اطلاعات شهربانی خودش مهمون افشارتوس؟ ببینید الان نادری چی میگه.
آقای سرهنگ نادری در صفحه 351 پرونده شماره 3 در تاریخ 17/3/32 یعنی 17 خرداد، یعنی 48 روز بعد، در جواب پرسش بازپرس گفته است روز دوشنبه 31/1/32 عصر این جانب و عده دیگر از جمله سرهنگ مصور رحمانی، سرگرد تراب ترکی، سرهنگ رستگار و یکی دو نفر دیگر که درست خاطرم نیست در منزل تیمسار فقید مهمان بودیم و حضور این جانب به دو دلیل بود، یکی برای خداحافظی از سرهنگ مصور رحمانی که عازم عراق بودند و دیگر چون این جانب را به سمت کاراگاهی به سمت رئیس کاراگاهی انتخاب کرده بودند دستوراتی برای پیشرفت کار میدادند. دوستان گرامی، میگه من برای ریاست اداره کاراگاهی انتخاب کرده بودند، حالا تو مجلس مهمانی که هزار حرف دیگه باید گفته بشه، ایشون دستوراتی برای پیشرفت کار من میدادند. یعنی چه؟ یعنی آقای تیمسار افشارپور دیگه صبح زنده نبود بیا دستور بده؟ ببینید یک حرفای میزنن، چون این جانب را به سمت رئیس کاراگاهی انتخاب کرده بودند دستوراتی برای پیشرفت کار میدادند. بله، آقای سرهنگ نادری مهمانی و شام را که آقای سرگرد تراب ترکی گفته است تا ساعت 10 شب طول کشیده به نام عصرانه معرفی کرده و گفته که ساعت 6 تا 6:30 تموم شد و نوکر اونجا هم گفته همین نوکر مرحوم سرتیپ افشارپوس هم مهمانی را به صورت عصرانه معرفی کرده و در صفحه 250 پرونده شماره 4 میگوید دوشنبه سرهنگ نادری و چند نفر افسر دیگر مهمان بودند و در حدود ساعت 6 تا 6:30 رفتند و سرهنگ نادری با تیمسار همراه سوار شدند و رفتند. خب حالا اون آقای وکیل مدافع میگه، میگه صرف نظر از این که بازپرس وظیفه داشته با احضار سایر مهمانان سایر ساعت دقیق خاتمه مهمانی را تعیین کند، این وظیفه را انجام نداده و موضوع را مسکوت گذاشته است و بر فرض این که مهمانی ساعت 6:30 تمام شده، قدر مسلم آن است که مرحوم افشارپوس با آقای سرهنگ نادری متفقا از منزل خارج شدند و این قسمت مورد تایید آقای سرهنگ نادری هم قرار گرفته و حتی گفته است که مرحوم افشارتوش برای گرفتن اوراقی به منزل او رفته است. اوراق ما میدونیم که اصل حکم سرهنگی بوده. خب حالا چرا آقای سرهنگ نادری را احضار کردند؟ برای این که این نوکر تیمسار افشارتوش گفته که آقای سرهنگ نادری هم اونجا بود، تیمسار هم با سرهنگ نادری رفت. این که گفته اونا مجبور شدن 48 روز بعد گفته، حالا 48 روز بعد این میگه 6:30 تموم شد. خب آقایون با درود مجدد، چون صحبت من مثل که قطع شد دو دفعه شروع میکنم، عرض میکنم که آقای نادری که قاتل یکی از افرادی است که عملا در توطئه دست داشته و به طوری که خواهیم دید یک افشارتوس قلابی هم گریم کرده آقای نادری، خیلی جالبه. اون افشارتوس قلابی رو برده خیابون خانقاه، این افشارتوس اصلی تو خونش مهمونی داشته تا ساعت 10، اون افشارتوس قلابی ساعت 9 تو خیابون خانقاه بود، اونم تو خونه خطیبی نرفت. حالا اینا همه رو من براتون با دلیل و سند شهر میدهم. این آقای تراب ترکی گفت که تا ساعت 10 مهمونی بوده در خونه آقای افشارتوس. حالا چرا آقای نادری میگی 6:30؟ در حالی که
ما دیدیم ساعت 7 آقای مصدق افشارتوس احضار کرد، رفت و کارا انجام شد، تا ساعت 8:45 دقیقه بعدم برگشت خونه. اون آقای سروان طباطبایی هم ایشون دید که وارد خونه شده. حالا آقای نادری 48 روز بعدش به دروغ میگی 5:30 نمیدونی که آقا تمام مدارک و اسناد ثابت میکنه چیز دیگری را. خب حالا غیر از اینها، به طوری که عرض کردم در صحبت قبلی، این به افسران دیگه ای که در خانه افشارتوس بودن و به زن افشارتوس و به دیگران گفتن آقا نگی ساعت 10 اینجا مهمونی داشت، برای این که اگر بگید آن وقت افشارتوس از ساعت 10 رفته تو خونه در شمرون برای عیاشی، از اونجا دوزیدنش، اگر این بگید آن وقت افشارتوس دیگه نمیتونه مشمول انجام وظیفه بشه، آقای مصدق نمیتونه بگه این شخص در حین انجام وظیفه کشته شده، سرتیپ بوده، بکنتش سرلشکر افشارتوس و اینها رو نمیتونه. از اینجا صداتون در نیایه. رفتن به مادر افشارتوس هم همین گفتن. او پیوزن که نمیدونسته، خبرنگار اطلاعات که رفته پاش توبت کرده گفت آقا به من میگن افشارتوس رفته یه جای عیاشی و اینا، در حال که چیزی وجود نداره. به هر جهت یه ادهیره برای این دلیل جلوشون گرفتن. آقای از راننده افشارتوس، اونی که اون آقای قلابی رو گذاشته تو خونه توی ماشین، اون دوتا افشارتوس داشته، اون افشارتوس قلابی که گذاشته تو ماشین رو برده، سوال کردن چجوری رفتی بردی. اینا رو من هفته آینده شرح میدم. این آقا گفته از خیابان حافظ و فردوسی و منوچهری گذشته و سراح سپه سالار دو نفر نزاع می کردند. تیمسار از اتومبیل پیاده شد و به پاسبان پست دستور داد که آنها را به کلانتری جلب نماید. بعد سوار شده به خیابان خیام وارد شدند. همین حرفی که زده فردا صبح آقای یوسف، آقای یوسف بهرامی که از طرف مصدق مأمور شده بوده، این آقا رو توقیف میکنه، میگه آقا تو از بیخ دروغ گفتی، برای خاطری که این نقشه اون حدوده. اگر آقای افشارتوس به طوری که میگن ساعت 9 از شهربانی که اینجا بود نشسته تو ماشین، باید بیایه وارد خیابون فردوسی میشه، از اینجا بیا وارد خیابون فردوسی میشه، بعد وارد خیابون سعدی میشه، بعد در این خیابون منوچهری وارد میشه. خیابون خانقاه اینجاست، این خیابون خانقاه. اما این آقا، آقای افشارتوس اصلی رو پیاده کرده، یه آقای افشارتوس دیگه سوار کرده، داره میگه از خیابان حافظ و فردوسی، از خیابان حافظ و فردوسی گذشتیم و اومدیم رفتیم تو خیابون هدایت، در سراح سپه سالار دو نفر نزاع میکردن. اومد تیمسار از ماشین پیاده شد و این دو نفر از هم جدا کرد و دستور داد ببرن کلانتری. چرا پیاده شد؟ برای خاطری که میخواست خودش نشون بده که بگه من ببینید افشارتوس اینجا هستم. و بعد میای از اینجا رفتیم از خیابون خیام وارد این راه طولانی چرا آمده، در حالی که از این راه باید وارد میشد. این فردا صبحش، اینا رو من باید هفته آینده شرح بدم برای دوستان که این آقای نادری چگونه یک افشارتوس قلابی درست کرد و چطوری مچش باز شد و تعدادی افراد این آقای افشارتوس قلابی رو دیدن و کی بود و چطوری لو رفت. اینها یک چیزای جالبی هست که میگم. این داستان آرسن لوپنی هست و آرسن لوپنهاش هم میشه مشخص کرد. فردا هفته آینده من براتون شرح میدهم
امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید. اما یک مطلب خیلی مهم تا یادم رفته عرض کنم. دوستان ایرانی، بینندگان عزیز این تلویزیون ایران آریایی که مرتب با من تماس میگیرند و ایمیل میفرستند یا با تلفن صحبت میکنند، چند روز پیش از این یکی از اینها یک شرح مفصل نوشته بود و میخواست این کتاب میخواست آقا این کتاب من میخوام، پولشم آماده کردم به ریال. شما به هر کس در ایران میفرمایید من این کتاب بهش یعنی من پول ریالی رو به اون میدم و شما کتاب برای من بفرستید، آدرس میدم کتاب برای من بفرست. خب من هم که وسیله نداشتم از این شخص ریال بگیرم، دلار بگیرم، چجوری چه کار بکنم. در همین وقت یک آوا و خانم دکتر، هر دوتا دکتر هستن، از انسانهای شرافتمند و پرفیخته و از علاقمندان همین تلویزیون ایران آریایی و شاهزاده رضا پهلوی، اینها به من گفتند که آقای شمشیری هر کس از ایران خوب دوستان گوش بدهید، نه از جای دیگه، هر کس از ایران یک ایمیل بفرسته به ایمیل تلویزیون ایران آریایی بدون این که تعهدی برای تلویزیون ایجاد بشه، رونوشتش هم به من بفرسته، رونوشت ایمیل به من بفرسته. ایمیل من هست شمسا دوست یادتو باش shamsaw یادداشت کنید @yahoo.com. هر کس به این ایمیل و به این یعنی ایمیلی به ایران آریایی بفرسته، رونوشت به من بفرسته، آدرس کامل بفرسته، این آقا و خانم دکتر تعهد کردند که کتاب برای اون شخص مجانی سفارش بده تا روز بعد از تولد شاهزاده رضا پهلوی، یعنی تا 4 آبان قبوله، 9 آبان هم قبوله، روز 10 آبان هم روز بعدش هست میشه روز آخر اکتبر. در از حالا تا روز آخر اکتبر هر کس ایمیل به تلویزیون ایران آریایی، فقط از نظری که این تلویزیون اطلاع داشته باشه، ولی هیچ گونه کاری، تعهدی، مسئلهی برای اون نیست، رونوشت به من، آدرس هم برای اطلاع من هست هم برای اطلاع تلویزیون. اما من وقتی که این آدرس به من رسید، من براتون از اینترنت سفارش میدم و میرسه، یعنی فکر نکنید نمیرسه، من تا حالا از اینترنت این کتاب، چون ارتباطی با رژیم فعلی نداره، مربوط به گذشته هست، مربوط به جنایات مصدق و زاهدی که هر دو طرم اشکالی نداره از نظر رژیم، براتون این کتابی که مربوط به زاهدی و مصدق هست مجانی سفارش میدم. خب فراموش نکردید، اول اصل ایمیل به تلویزیون ایران آریایی، دوم به من. تلویزیون ایران آریایی رو هم یادداشت کنید همین حالا از روی تلویزیون، من هم شمسا shamsaw به معنی اره یا مازی سی در yahoo.com. آخرین حرف من هم در مورد طبق معمول کمک به این تلویزیون ایران آریایی است. حالا اون دوست گرامی کتاب مجانی برای شما سفارش میده و شما هم کسانی که پول دارند و علاقمند به
ایران آریایی هستند، چه تلویزیون تماشا میکنن، چه نمیکنن، شما شرح بدید برایشون که این تلویزیون چه خدمات ارزنده ای داره به ایران انجام میده و کمک کنند این تلویزیون پایدار بمونه. در هفته آینده من شرح خواهم داد، حالا هفته آینده شاید نشد هفته بعد، ولی شرح خواهم داد که چطوری پای فروغ خطیبی رو کشیدن به میان، چون فروغ خطیبی خواهر حسین خطیبی بود، حسین خطیبی دوست دکتر بقایی بود، آقای دکتر بقایی خونشون آب سردار بود، ماشین نداشت و اصلا رانندگی بلد نبود، یعنی تصدیق رانندگی هم نداشت، یا باید با تاکسی برو بر می رفت یا دوستان می بردن. حزب او خیابون اکباتان بود، نماینده مجلس بود در میدان بهارستان، خیابون اکباتان هم روبروش هست. آقای دکتر بقایی صبحا از خونه می آمد یا به حزب یا به مجلس، در ساعتی هم که فراغت پیدا می کرد می رفت خونه آقای خطیبی در خیابون خانقاه، اونجا کارهاش انجام می داد. خیلی دوست صمیمی آقای خطیبی بود، چون آقای فروغ خطیبی جواهراتش دزدیده شده بود، آقای افشارتوس رئیس شهربانی پیدا کرده بود، دختر زیبایی بود، هوس کرده بود در مقابل جواهرات، بله از اون مسائل فلان فلان به میون بیایه. یک دفعه هفته قبل، این دوشنبه هفته قبلش هم آقای افشارتوس رفته بود با همین ماشین شهربانی با یه رانندگی دیگه، رفته بود خونه فروغ خطیبی، اطلاع داده بود جواهرات پیدا شده، حالا مراحل اداری رو باید انجام بدیم تا بهت بدیم و به زودی میدیم، حالا بله حالا بیا با من فلان. بالاخره دیگران هم آمده بودن به فروغ خطیبی اطمینان داده بودن که مسئله رخ نمیده، خیالت راحت باشه، بیا قبول کن، قبل از اون که یه دست به تو دست سیب داشته باشه ما میرسیم و کلکشی میکنیم. و همینطور هم شد. این مسئله دیگه میمونه برای هفته های آینده که بدونید چه آرتیست بازی عظیمی عجیبی در این داستان رخ داده. تمام اطلاعاتی هم که من میدم با سند و مدرک، مخصوصا در مورد جنایات آقای مصدق و آقای زاهدی و اردشیر زاهدی. فعلا مثل که نگاه میکنم بگونم وقت من هم تمام شده، من بدرود میگم و خداحافظی میکنم تا هفته آینده.